خب با تشکر از ایمان مایوود و گروه تلویزیون برای فرستادن این ویدیو و زحماتی کشیدن برای روز یک شنبه، اجازه بدید قبل از اینکه ما گفتگو رو با دکتر مرادخانی تهرانی، خواهرزاده علی خامنه ای، مانند اکثر سه شنبه ها آغاز بکنیم، یک ویدیو 2 دقیقه‌ای رو که ایشون فرستاده بودن رو با هم نگاه بکنیم از طریق یوتیوب که من رو صفحه کامپیوترم خواهد بود و بعد با ایشون گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد. خب با هم این ویدیو رو نگاه میکنیم. در طی 32 سال گذشته سردمداران رژیم جمهوری اسلامی از هیچ ظلم و ستمی بر حق ایران و ایرانی دریغ نکردند. زمان آن فرا رسیده است که آشکارا همه با هم و یک صدا انزجار خود را از کرده های این رژیم اعلام کنیم و با ایجاد همبستگی در میان خود برای مبارزه نهایی با این واپسگرایان بپاخیزیم. بیاییم و بگوییم که از این همه جنایت و خباثت بیزاریم. بیاییم و بگوییم که از حکومت واپسگرای حاکم بر اساس استبداد دینی و با توسل به تمهید، تزویر، دروغگویی و زورگویی، بحرانسازی و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم، تئوری توهم توطئه، تقدیس خشونت و اجرای احکام ضد بشری، قصاص و اعدام در ملأ عام، ایراد حرف‌های بی حساب و کتاب، بی احترامی به جامعه بین‌المللی و مراجع جهانی، دخالت در امور دیگر کشورها، مصرف منابع مالی متعلق به مردم ایران برای عملیات تروریستی، دزدی‌های بیکلان خود و آقازاده‌هایشان، سفره خونین سرکوب اندیشه، ترور مخالفان، آدم ربایی و بگیر و ببند و بازداشت‌های ضد بشری، شکنجه و تاریک خانه اشباح، گفتگو از موضع زور و قدرت با مردم، مصادره اموال، دستگیری نخبگان و دانشجویان، مصاحبه ها و خیمه شب بازی های تهوع‌آور زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، اجرای انتخابات نمایشی و فرمایشی، اجرای احکام غیر انسانی و ضد بشری قصاص، حراست ادارات و رخنه در حریم شخصی افراد، کمیته های انضباطی دانشگاه ها، ستاد انقلاب فرهنگی، تحمیل خرافات به نام دین، ایران ستیزی و عربگرایی، تمسخر فرهنگ، زبان و سنت های ملی ایرانیان، ولایت فقیه مندرآوردی، سلطه نامشروع و مطلقه دستگاه رهبری، مجلس بیهوده و پرخرج خبرگان رهبری، مجمع جعلی تشخیص مصلحت نظام و کلیه مصوبات مزخرف آن، شورای نگهبان و بدعتهای لجوجانه اعضای آن، غیر انتخابی بودن شخص اول کشور با قدرت سیاستگذاری و حق وتو، خفقان سیاسی، قطعهای زنجیری و استخاره‌ای، تهدید و ارعاب همگان، ایجاد ترس و وحشت برای خانواده های فعالان و زندانیان سیاسی، محاکمات نمایشی، لایحه قصاص و حکم الحاد و ارتداد، سنگسار و اعدام و هزاران هزار جنایت و خباثت دیگر، بیزاریم و تا نابودی این رژیم از پای نخواهیم نشست. واو. هموطنان عزیز، این ویدیو و این صحبت ها از دکتر محمود مرادخانی تهرانی عزیز خودمون بود. با درود به دکتر مرادخانی، اگر صدای منو دارید، تصویر شما روی تلویزیون هست. درود بر شما جناب مرادخانی. درود بر شما آقای فروتن، تشکر از لطفتون، خوشحالم که باز با شما هستم و مزاحم برنامه‌تون. خواهش میکنم. مزاحم که چه عرض کنم، مثل این تعارف چیه میگن مزاحم نه مراهم هستیم، مراهم من لغت ها رو بلد نیستم. این برنامه های چند دقیقه‌ای که هفته یک بار با شما داریم بسیار بسیار مورد توجه عزیزان هست و به خصوص کسانی که در داخل کشور هستن. خیلی متشکر از این ویدیویی که کلیپی که فرستادید و دقیقا مسائلی که عنوان کردید. خواهش میکنم که بفرمایید و در رابطه با یکی دو موردی که قبلا در ایمیل از طریق ایمیل با هم راجبش صحبت کردیم بفرمایید و شروع بکنید نظراتتون و صحبتتون رو جناب مرادخانی عزیز. خواهش می‌کنم. تشکر از لطفتون. من فکر می‌کنم این مطالبی در این انزجار نامه آمده بسیار مهمه و بایستی با شهامت و با قدرت و به صورت قاطع همه ما ایرانی‌ها این انزجار نامه رو بخونیم با صدای بلند و به گوش همگان و مخصوصا به گوش رژیمیان برسید. اگه اجازه بدین امشب می‌خواستم من به صورت
خلاصه نسبتا راجع به دو موضوع و حتی شاید سه موضوع صحبت بکنم. از اول از همه متاسفانه بسیاری از لغات و مفاهیم در جامعه ما بد تعبیر شدن. از بسیاری از مفاهیم و لغات تعریف ساده و همه فهم و عاری از دروغ وجود نداره. به عنوان مثال ما ایرانی ها متاسفانه رهبریت را با مدیریت زیاد قاطی میکنیم و به خاطر تجربه بدی که از این رهبریت و مخصوصا رهبریت در جمهوری اسلامی داریم دیگه حتی حاضر به داشتن مدیرم نیستیم. این به نظر من مفید نیست و موجب شده که هر کدوم از ما بخوایم خودمون مدیر باشیم، خودمون مدبر باشیم و خودمون رهبر باشیم. به طور کلی من فکر میکنم یک جامعه بدون مدیر نمیتونه باشه. وظیفه مدیر هم همه میدونیم، اداره امور در هر جا، در همه جا و در همه زمان ها اداره امور حتی در یک خانواده دو نفر هم لازم هست و باید باشه. در دنیای سیاست هم مخصوصا در جامعه مدرن و دموکراتیک سیاستمداران مدیر هستند که جامعه را بر اساس ایده و نظر اکثریت اداره میکنند. نظر شخصشون گاهی مورد توجه قرار میگیره ولی همواره دغدغه‌شون اینه که نظر اکثریت و منافع اکثریت به کرسی بنشینه و حق اقلیت ضایع نشه. اما رهبر، اونم رهبر به نوع آخوندیش و در کشور بیچاره ما تنها نظر خودش رو، مذهب خودش رو، ایدئولوژی خودش رو بخواد به کرسی بنشونه، کاری نداره که دیگران چی میگن. مثلا میگه اسلامی را گفته و بس باید این چنین باشه و توی دیگر نیست. ما دیدیم شخص خمینی نیامد که ببینه مردم چی میخوان و چی میگن، آمد به قرائت خودش از اسلام به کرسی قدرت نشون. هدفش گرفتن حوزه علمی قم و نجف بود و همه بدبختی های امروز ما از روز و خوشبختانه امثال خمینی امثال هیتلر در تاریخ کم داریم. جامعه ما هم اون موقع متاسفانه مساعد بود که همچین فردی بیاد و فریب بده مردم، شوی مغزی بده مردم، اخفال بکنه. و الان ما حتی در جامعه های اروپایی داریم بعضی سکت ها یه نفری میاد چند تا کلام زیبا رو میگه، چند تا تعریف مفاهیم میکنه و همه را اخفال میکنه. برسات پیش آمد. به نظر من نباید این دیدن همچین رهبر خائن و خبیثی نباید ما رو از همه چیز زده بکنه. ما و بیاییم بگیم مدیر لازم نداریم، مدیریت کردن لازم نداریم. شما مثلا آقای فروتن واقعا خوب نشون دادین که در عرض این مدت میشه و باید مدیریت کرد و اگر مدیریت این چنینی شما نبود من فکر میکنم همین چند قدمی رو که نهاد مردمی برداشته میتونست برداره. برصورت در مورد مدیریت شاید بحث زیاد نباشه و امیدوارم همه لازم و مفید ببینن مدیریت ها و بدونن که در جامعه ما باید مدیر داشته باشیم. ولی در مورد رهبریت میشه نظر داد. البته نظر شخصی من متاسفانه ما ایرانی ها زیاد بدبین شدیم به کلمه رهبر. نظر شخصی من زیادم منفی نیست. من فکر میکنم اگر ایدئولوژی و یا مذهب عقیده رهبر مناسب باشه میتونه رهبریت خوبی بکنه. اگر رهبر مثلا به حقوق بشر اعتقاد داشته باشه و منظورش به قدرت نشوندن این حقوق بشر باشه به یقین رهبر خوبی خواهد بود. مثلا ما مگر از کوروش کبیر به خوبی یاد نمی کنیم. او هم شاه بود، شاهنشاه هم بود. در تاریخ ما داریم رهبری خوب زیاد داریم، رهبری که به نظر من به حقوق بشر اعتقاد داشته باشه، افراد مناسبی رو انتخاب میکنه برای مدیریت در جامعه و نظر شخصی خودش رو تحمیل نمی کنه. تنها مدیریت مدیران در جامعه رو برده داره. اگر فرصت باشه های فروتن مطلب دی بعدی که میخواستم راجع بهش صحبت کنم عدالت، اگر فرصت میدید در مورد اونم صحبت بکنم. خواهش میکنم. یک کلامی هم در مورد عاشورا بگم. بله قبل از اون من فقط سریع میخواستم 100% با شما نظر موافق خودم رو بگم. یعنی در این سالهای گذشته هم که من و بسیاری از دوستان سعی کردیم کاری برای اپوزیسیون انجام بدیم، بسیاری موارد بنده همین صحبته که شما رو کردید باش مواجه شدم. وقتی که صحبت از مدیریت میشد که بابا یه نفر مدیر لازمه که این کار رو بچرخونه بر اساس تصمیم آیین‌نامه یا تصمیم اکثریت، و بسیاری از عزیزان
که البته اکثر کسانی که این گونه‌ای که الان من میگم فکر میکردن اکثرا از نسل قدیم، یعنی نسل قبل از ما بودن، مدیریت رو به عنوان رهبریت میدونن. یه نفر که میخواد کار مدیریت بکنه میگن یا میخواد شاه بشه یا نخست وزیر بشه یا رئیس جمهور بشه، که البته به نظر من تازه اونم بد نیست اگر لیاقت شایستگیشو داشته باشه در ایران آینده، چرا که نه. ولی کن به هر صورت من 100% با شما موافقم که مدیریت یک کار دیگری است. برنامه ریزی اگر نباشه، مدیریت اگر نباشه، هماهنگی نباشه، شایسته سالاری نباشه، همون جایی خواهیم بود که الان سالهاست در اپوزیسیون خارج از کشور هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم در دو مورد دیگری که فرمودید ما هنوز حداقل 6-7 دقیقه وقت داریم، بفرمایید صحبت کنید. خواهش میکنم. تشکر. در مورد عدالت هم، کلمه عدالت هم متاسفانه میبینیم این رژیم مخصوصا خود امین احمدی‌نژاد زیاد راجبش صحبت میکنه. من فقط مخواستم اشاره کنم که آیا اینا که اینا میگن عدالت یا نه. به نظر من عدالت در جمهوری اسلامی اینه که حرف آقایون به کرسی بنشینه، هرچی که به قول خودشون در مذهبشون هست اگر بهش عمل بکنید و بهش عمل بشه عدالت اجرا شده، وگرنه اجرا نشده. بسیار این عدالت نیست، همه ما هم میدونیم عدالت چیز دیگه ایه. به نظر من عدالت وقتیه که حق دیگران ضایع نشه. حق دیگران هم یعنی حقوق بشر. میتونیم ساعتها در موردش بحث بکنیم راجع به عدالت، ولی همیشه ببینیم در جامعه که حقوق همگان محترم شمرده بشه، محترم البته در عمل و نه در حرف. شاید ما در حرف بتونیم بگیم حق دیگری رو محترم میشوریم، ولی در عمل، همین در امور سیاسی هم به صورت تعارفی، به صورت زبانی همدیگه رو قبول داشتن کافی نیست، باید در عمل نشون بدیم. در اون موقع است که عدالت وجود داره، وگرنه به نظر من عدالتی نیست. منظور من از این دو مطلبم بیشتر خود ما مخالفان هستیم. من خواستم بشارتم بدم که خوشبختانه در بین ما دیگه خمینی وجود نداره، احمدی‌نژادی وجود نداره، خامنه‌ای هم وجود نداره. اگه میبود مینا میرفتن با اونها میبودن، یعنی اینجا در اپوزیسیون مخصوصا خارج از کشور نمیبودن. همه مخالفان، تقریبا همه مخالفان رژیم به نظر من مبدعاً به حقوق بشر معتقد هستن و هدفشون واقعا مدیریت خوب عدالت گستری و سازماندهیه. خیلی هم البته بین اینها هستن مثل مردم عادی، تا اندازه‌ای به اخلاق آخوندی آغشته هستن، کثیف شدن و اخلاقیاتی دارن که خب موجب میشه که قصرت‌های خوبشون دیده نشه. اما همه اینطور نیستن. ما ایرانی ها پتانسیل بسیار بالایی داریم. به نظر من به خودمون بی خودی زیاد بد میگیم، به خودمون بی خودی بدبین هستیم. کار مفید خیلی زیادی میتونیم انجام بدیم، مخصوصا اگه این بدبینی ها رو، خودمحوری ها رو کنار بگذاریم. به نظر من ما میتونیم خیلی کارها بکنیم، دست هم متحد و هم بسته، و اگه بخوایم میتونیم افراد مفیدی برای جامعه باشیم و امیدوارم که هر چه زودتر به هدف برسیم. در مورد روز عاشورا هم هفته پیش خدمت رو گفتم که من بسید این یاد بود رو شخصا قبول ندارم، ولی فعلا هست. من فکر میکنم بایستی از این فرصتها برای اعلان انزجار ملی بر علیه رژیم استفاده بشه. فکر میکنم باید هموطنان در ایران مخصوصا چون سرکوب رژیم بسیار بسیار وحشیانه است، بایستی حرکت‌های سمبولیک، حرکت‌هایی که ضرر زننده و در این حال غافلگیر کننده باشه انجام بدن. رژیم نباید بتونه از قبل پیش بینی بکنه که مردم چی کار میخوان بکنن و چه حرکتی رو میخوان انجام بدن. ارتباط به نظر من با شهرستان‌ها، خبررسانی در شهرستان‌ها بسیار بسیار مفیده و البته در خود تهران هم هستن قشرهایی و قسمت‌هایی که از خیلی چیزها خبر ندارن. در خارج هم برصد ایرانی ها باید حرکت های سمبولی که خوبی رو انجام بدم، امیدوارم انجام بشه. البته در این مورد شخص من که نمیتونم به عنوان یک فرد پیشنهاد بدم، و من فکر میکنم ما میبایستی تا حالا یک نهادی میداشتیم و این نهاد بود که پیشنهاد و رهنمود میداد و ابتکار ارائه میداد برای حرکت های غافلگیر کننده و حرکت هایی که سرکوب رژیم رو خونسا بکنه و به رژیم فرصت محاسبه کارش رو محاسبه سرکوب نده. من دیگر بیشتر از این وقت رو نمیگیرم. من تمام در خدمت شما هستم. دکتر تهرانی عزیز، بسیار بسیار متشکرم از این فرصتی که ما دادید. بازم خواستم از طرف خودم و همه پیشگامان نهاد مردمی از زحمات شما
پشت پرده، نامنگاری هایی که میکنید، دعوتی از دوستان، فراخوان هایی که فرستادید، از جمله این انزجار نامه ای رو که روی سایت هم فکر کنم گذاشته شده تشکر بکنم و بگم که بسیار خوشوقت هستم که در کنار شما در روبروی این رژیم با هم میستیم. خیلی متشکرم و تا هفته آینده خدا نگهدار دکتر مرحبانی عزیز. خدا شب روزتون بخیر، تا هفته آینده. خدا نگهدار.